ادامه خبرها. وزارت صحت عام از افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا همزمان با نزدیک شدن عید قربان هشدار میدهد. این وزارت میگوید که سیر ویروس کرونا به نقطه اوج رسیده و ثابت مانده است و اگر مردم این گونه به بی‌پروایی هایشان ادامه دهند در روزهای عید اوضاع بدتر خواهد شد و پخش ویروس کرونا در جامعه فاجعه به بار می آورد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عام در بیشتر از یک شبانه روز گذشته 84 بیمار کووید 19 جان باختند و بیش از 1200 تن دیگر مبتلا به این ویروس شدند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان. سلام، خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و همچنان بینندگان عزیز شما. ممنون شما. آقای احمدی، میخوام از اینجا آغاز بکنم و بپرسم که سیر ویروس کرونا به نقطه اوج خود رسید و ثابت ماند و نزول نکرد، چرا؟ خب امروز رقمی که شما اعلان کردین 1200 یا خوشبینی است که ما هفته بعد مگه 1200 و 1000 داشتیم، به این معنی است که ما اوج قله را گذشتیم. متاسفانه در هفته گذشته ما ثابت بودیم بین 1500 تا 600 و کم بیشی که پایین بالا می آمد. نگرانی ما همی بود که ما به می رقم باقی نمانیم، لیکن امروزی که شما 1200 اعلان کردین، هر روزی که ما اگر 100 مریض حداقل 50 مریض هم پایین چی میشه بر ما گزارش میه، خوشبینی ما بیشتر میباشه که انشالله ما قله را گذشتیم. لیکن همگی باز هم به دست خود ماست. اگر ما وقایع نکنیم هنوزم این رقم ما ثابت نگاه نمیتونیم، احتمالا که پس باز به موج چهارم بره. میتونیم میره ضرب دو و ضرب سه بکنیم، چون یک تعداد از افراد که مبتلا هم میشن اینا نمیرن به شفاخانه ها و عملا تست نمیتن، و دومی که یک تعداد افراد دیگر هم داریم که جانشان ناشی از این ویروس است تست میتن. خب اینا آمارهای رسمی نیستن چون ثبت نمیشن و نمیان به شفاخانه ها. بسیار سوال خوبی رو مطرح ساختین. ببینین این خب واقعیت است که همه مردمی که اعراض علائم دارن، بعضی ها احتمالاً به نبود امکانات ترانسپورتی یا به نبود امکاناتی که به شفاخانه برن یا در جای دور زندگی میکنن، همگی به مراکز مراجعه نمیکنن. نسبت به دور اول، حال ما در تمام ولایات خود مراکز تشخیص کووید داریم و بر علاوه از این ما همی رقمی را که به دست میاریم از ابتدا تا به حال را اونم رقمی است که ما در مراکز خود به دست میآوردیم. یعنی ما از روی زمین هم که سنجش را داریم، از نظر منطق اپیدمیولوژی و از نظر منطق تحقیق یک راهکار خوب است که ما حال فکر میکنیم یا ایست که یعنی به اون نقطه رسیدیم که انشالله اوج میگذره بخیر. درست، اما یک بخش نگران کننده دیگه آمار فوتی است. هرچند ما در شمار تعداد مبتلایان در آمارش یک کاهش را میبینیم که 1200 بود، اما در شمار تعداد کسایی که جانشون از دست میتناشی از این ویروس کاهش دیده نمیشه. بین 80 و 90 دیگر ما باقی ماندیم. چرا در موج سوم یک افزایش از شمار جانبختگان نداریم؟ تشکر. یک چیزی را که متخصصین بخش کووید که فعلا در شفاخانه وزیر اکبر خانم مصرف ارزی خدمات سی هستند و در دیگر مراکز کووید، اینا دریافتن که اعراض علائمی که ما در موج اول داشتیم مریض زودتر خبر می ساخت و به مراکز تداوی مراجعه می کردن، متاسفانه آلی با یک اعراض علائم نسبتا متفاوتتر مواجه هستیم. مثال یک مریضی که حالی بر ما مراجعه می کنه با عرض مثال تب کمتر داره، مثال جاندردی نداره، لیکن با یک بارگی با یک افت اکسیژن بسیار بلند برای ما مراجعه میکنه. وقتی که ما میریم به طرف معاینات تشخیصی که از او تصویر برداری میکنیم از ششایش، متوجه میشیم که یک قسمت اعظم از ششا تخریب شده و خصوصا عزیزایی که امراض متممه دیگه که در پهلوی از کووید کال گرفتن دارن، مثل شکر، مثل امراض قلبی، امراض تنفسی سابقه یا امراض کلیوی یا بقیه امراضی که این کووید سیستم دفاعی اونا را متضرر میسازه و ششای اونا را مصاب میسازه، این نشان داده که متاسفانه ما عزیزای خود که بیشتر از دست میتیم، یک دلیلش هم همین مخفی بودن کمبود اکسیژن در مریض است. بله، زمانی که آمار مقایسه میکنیم موج اول تا موج سوم بسیار یک افزایش نشان میده. مثلا نقطه اوج که ما در موج نخست ویروس کرونا داشتیم از 38 فوتی نرفتیم بعد بالا، اما در حال حاضر بیشتر از 90 ما داشتیم و از 90 هم گذشتیم. ما دلیل گفتم دلیل شکیش که دو وقت مردم زودتر متوجه میشد. ما پیش از اینکه بریم به طرف کمبود اکسیژن، مریض اعراض علائم داشت، تب داشت، جاندردی داشت،
و همگی به مراکز صحی مراجعه میکنند. حال مریض وقتی مراجعه میکنه که متاسفانه با یک افت بسیار بلند اکسیژن، وقتی که ببینید اکسیژن به 50 به 60 است، در وقت نهایت یک مریض که مراجعه میکرد اکسیژنش 90 می بود، 85 می بود، و اکثرا مریضایی که در وقت به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان مراجعه میکرد ما که ارزیابی میکنیم اکسیژنشان بالاتر از 85 بود. که حال ما یک مشکل متفاوتی را که دست مریض متوجه شدیم اونم کمبود اکسیژن است. درست. اما یک پرسش دیگر هم میتونه در میان باشه که میشه ما مشکل مدیریتی داشته باشه یا مشکل بی‌پروایی بیش از حد مردم در برابر ویروس کرونا؟ در بخش مدیریت یک مسئله را باید بازگو بکنم. شما میفهمین که در این روزا از طریق رسانه ها میبینین که از فرد اول وزارت که وزیر صحت عامه باشه تا آخرین فردی که یک کارگر باشه همگی حاضر به وظیفه هستند. و شما تدابیر متفاوت را در این مدت زمان کمتر دیدین که در چندین ولایت ماشین های اکسیژن نصب شد و از این نظارت بسیار جدی صورت گرفت که پیسایی که برای ماشین های اکسیژن اختصاص داده شده برای مریضای کرونا اختصاص داده شده در او حیف و مل صورت نگیره که خیلی به جدی مشکل روان است. ما در بخش مدیریت قراری که من میبینم و ما همگی میبینیم شکر خدا خوب هستیم. در بخش بی‌پروایی اگر بیایم ما دو نوع از بی‌پروایی، یک بی‌پروایی مردم خدا متاسفانه میبینیم که بارها برشان اعلان میداریم از این طریق کمره های شما، از طریق رسانه های خود وزارت که وقایع را مراعات بکنند. ما در عید گذشته پیش از عید بارها اعلان کردیم، در ماه رمضان بارها که ما به می چوکی آمدم نشستم اعلان کردم که لطفاً وقایع را مراعات کنین، مسافت اجتماعی را مراعات کنین، پوشیدن ماسک را مراعات کنین، شستن متکرر دستا را مراعات کنین. حتی ما واکسین را که از کشور هندستان آورده بودیم کسی حاضر نبود که واکسین بگیره. یعنی بسیار با مشکل ما تانستیم که یک تعداد را قناعت بتیم کنا واکسین بگیرن. این همگی از دلایلی است که نشان میده که بی‌پروایی مردم متاسفانه نسبت به شیوع مرض بیشتر است. شما میالن که به شفاخانه وزیر اکبر خان بیاین، یک مریضی که ما کووید داریم ده پایواز آمده پشت بلاک شفاخانه وزیر اکبر خان نشسته که به خاطر عیادت مریض. شما از اینجا که میبینیم بارها بر زنا آموزش میتین، از اضرار بد از ویروس کرونا برشان میگن، لیکن متاسفانه که مردم میفهمن عمل نمیکنن. همونطوری که ما در هیچ کار خوب عمل نداریم. بله، اما این تدابیر نقص خودش داره. شما از پایوازهای بیماران گفتین، عملا در خود شفاخانه های کویت 19 مثلا ما گزارش داشتیم از قصبه، پایواز بیمار در کنارش نشسته بالای بسترش. خب چرا باید پزشک باید اجازه بده در داخل یک بخش عاجلی که بیماران کویت 19 است پایواز بیمار بیایه و بنشینه در پالی بیمارشان و در همون جا حتی صحبت هم میکنن با همکار ما؟ خب این تدابیر نقص خودش داره. و دوم این که خب بر مردم گفته شد در بخش وقایه که شما چی باید بکنین، اما تعداد کسایی که مبتلا شد گفته نشد در آگاهی دی ها که شما چی باید انجام بدین در این دوره، کدام داروها را استفاده بکنین، استرس باید نداشته باشین که در حال حاضر حتی اگر کسی این علائم می داشته باشه بسیار وخطاست. اکسیژن به خانهشان خریداری کردن که مبادا به نفس تنگی دچار شوند. در مورد اول شما از پایوازه مریض گفتین، متاسفانه شرایط فرهنگی و اجتماعی ما شما آنقدر مشکل داره. بارها وقتی که به پایواز مریض بازگو میکنیم ما به قدر کافی امیال تعداد نرس ها و کارگرها و دکترای ما داخل وارد کار میکنن، برای اونها بازگو میکنی که باید اینجا حاضر نباشن، میبینین که دست به خشونت میزنن. شما خبر شدین که چندین بار شیشه های شفاخانه را میده کردن، چندین بار مشت یخند با دکتر صاحبا با نرس های مبخش شدن. این از مشکلات اجتماعی خود باز. در بخش آگاهی دهی بارها برای مردم گفته شده، ما که مثال منیس یک رئیس شفاخانه، منیس یک فرد بسیار کوچک تبابت، بارها از طریق رسانه ها اعلان داشتیم که ما نترسیم لیکن وقایه را جدی بگیریم. ما از طریق کمره ها نمیتونیم برای مردم خود بگوییم که شما فلان دوا را به خاطر این مشکل استفاده کنین، چون تجویز دوا اختصاص میفته برای ما متخصص حاذق بخش کووید 19، لیکن در بخش آگاهی دهی، در بخش بلدافتن سیستم دفاعی که استفاده از میوه‌جات بوده، غذای پر انرژی بوده، بارها آگاهی داده شده. بی‌پروایی مردم و ندادن، یعنی انجام ندادن عمل مردم در بخش وقایع در بخش کرونا، ای از مواردی بود که راستی هم ما را به مشکل مواجه ساخت. بله، و اما هشدار دیگر از عید قربان است و خریداری هایی که مردم در این روزها می داشته باشند، به ویژه بخش که به نظر من بسیار نگران کننده است همون خود قربانی است که اگر کسی مبتلا هست و ایره توضیح هم میکنه به خانه های دیگر مردم، یعنی عملا ما با یک فاجعه رو برو خواهد شدیم. چی باید شود؟ طبعا ببینید
ما بازم از اینجا اعلان می‌دارم به تمام مردم عزیز خود که ما اگر بتانیم امی عید قربانه خود در قرنطین نگاه کنیم، امی 3 روز اگر اقل از خانه خود نبریم، این یک کمک بسیار بزرگ است برای سیستم صحی و یک کمک بسیار بزرگ به فامیل است. ما وقتی که برایم، وقتی اگر در فامیل ما کسی مصاب باشه، متاسفانه که دوستای خود مصاب بسازیم، اگر فامیل ما صحتمند باشه، خانه دوستا بریم دوباره با بازگشت فامیل خود مصاب میسازیم. در بخش قربانی شما گفتین کسایی که قربانی میکنن میخواین اون را بخش بکنن برای مردم، تدابیر وقایوی برای گرفتن سودا، شما اگر سودا از یک دکانه میگیریم برای فعلا، شما تدابیر برای زو دارین که بله. با یک خریده میگیرین، به خانه که بردین او را منظم مثال شست و شو میکنین و عمو دستای خود میشورین. این از موارد است که ما میتونیم با وقایه خوب قربانی را بخش بکنیم، لیکن اگر این نمی وقایع را مد نظر نگیریم، تدابیر نداشته باشیم، متاسفانه فرموده شما با بخش قربانی هم احتمالا که ما با یک فاجعه رو بریم. وقایع در هر صورت شرط اصلی است. بله، یک مسئله دیگر هم بگویم، ما وقتی که اگر در فامیل کسی مصاب می باشه، طبعا قربانی را ما به مردم فقیر بخش میکنیم. بله. متاسفانه که اگر تدابیر درست مد نظر گرفته نشد، احتمالا که ما فقیرای خودم که یک تعدادشان فعلا صحتمند هستند در خانه هستند، به این مشکل مواجه هستند. بله، تشکر سپاس از اینکه شما حضور یافتین. از شما همچنان تشکر.